سلام به این درس دیگه از سر سال کدینگ خیلی خوش اومدین درس امروز راجب به وردپرس هست وردپرس یه نرم افزار یا ابزار قدرتمند هستش که به کمک اون شما میتونید وبسایت های حرفه رو تراحی کنید بدون که لازم باشه برنامه‌نویسی بلد باشین یا یه ساعت کد نویسی بکنید یعنی این یعنی اینکه هر کسی که با کامپیوتر بلده چجوری کار کنه خیلی راحت میتونه با وردپرس وبسایت خودش یا مشتریاشو بسازه این یعنی اینکه وردپرس یه راه خیلی ساده برای کسب درآمد هستش من خودم سالها پیش با وردپرس آشنا شدم و از اون موقع به بعد کلی سایت با وردپرس نوشتم کلی برای وردپرس پلاگین نوشتم و حتی سایت فعلی خودم با چون اینکه من برنامه‌نویسی بلدم با وردپرس هست چون هر امکانی که شما لازم دارین یعنی بیشتر امکانی که شما لازم دارید رو خیلی راحت میتونید با وردپرس به سایتتون اضافه کنید. مثلا مثل مثلا فرم‌های مختلف مثل مثلا فروشگاه آنلاین مثل مثلا اون پرداخت آنلاین مثل مثلا گالری عکس و پورفولیو و کل چیز دیگر شما میتونید خیلی راحت با چند تا کلیک و چند تا تنظیمات ساده به سایتتون اضافه کنید. یه نکته دیگه در مورد وردپرس این هستش که وردپرس یه سایت یه برنامه اوپن سورس هستش. این یعنی اینکه آدمای خیلی زیادی در روش کار میکنن و به خاطر همین هر ویژگی، هر امکانی که شما مد نظرتون قبلا توسط آدمای دیگه نوشته و آماده هستش شما میتونید خیلی راحت اونو به سایتتون اضافه کنید ضمن شما خیلی راحت میتونین تم یا نمایش یا ظاهر سایتتون رو توی وردپرس تغییر بدین و هر تمی که دوست داشتین رو انتخاب کنید و به سایتتون اضافه کنید اما یه نکته اینکه بیشتر تم ها یعنی بعضی از تم های خوب بیشتر تم های خوب یا پلاگین های خوب افسونه ها و ویژگی های خوب معمولا پولی هستن شما باید یا برای استفاده از اونها پول پرداخت کنید یا اینکه اگر نخواستید پول پرداخت کنید میتونید نسخه کرک شده یا همون دوزی شده اش رو به سایتتون اضافه کنید که البته اینم بدون دردسر نیستش و اما توی این درس اول از همه بهتون یاد میدن که چطور میتونید وردپرس رو توی ویندوز خودتون نصب کنید بخاطر اینکه نصب کردن وردپرس توی هاست یا توی اینترنت خیلی راحت تر هستش اما برای اینکه توی بتونید توی سیستم خودتون رو نصبش کنید لازمه که یه مراحل پیچیده بیاین زره بیشتری انجام بدین که اونها رو کامل بهتون یاد میدم که که توی سایتتون توی سیستم خودتون باشه تا اینکه بتونید خیلی راحت روش تمرین کنید و کاملا روش تجربه بیشتری به دست بیارید به مهارت برسید و بعد هم کلا گزینه های وردپرس رو تمام امکانات وردپرس بهتون توضیح میدم اینکه چطور میتونین افسونه یا همون ویژگی های جدید به سایتتون اضافه کنید چطور میتونین ظاهر سایتتون تغییر بدین و نکات کلیدی زیادی بهتون میگم ضمن یاد میدم که چطور میتونید خیلی ساده و سریع یه وبسایت با یه تم آماده رو درست کنید توی درس بعدی هم قرار وبسایت جدید من رو با هم با وردپرس از صفر تا صد طراحی کنیم و آمادهش کنیم توی درس آخر هم بهتون یاد میدم که چطور میتونید یه وبسایت رو که طراحی کردید با وردپرس بذاریدش توی اینترنت تا درس اساس همه باشه حالا اگر آماده هستید بریم هم شروع کنیم قراره که وردپرس داخل سیستم خودمون اجرا کنیم برای همین باید یه محیطی درست کنیم یه سرور مجازی درست کنیم که هم توش پی پی باشه هم توش ما باشه و برای همین بهترین و ساده ترین این هستش که یه دونه ومپ سرور رو دانلود و نصبش کنیم تا اینکه همه این امکاناتی که برای اجرای وردپرس لازمه رو در اختیار شما قرار بده حالا باید چیکار کنید برید گوگل و بنویسید ومپ سرور سایتی که میاره اینجا سایت خود ومپ سرور هستش و میتونید خیلی راحت بیاید اینجا و ومپ سرور رو دانلودش کنید اگر این سایت براتون فیلتر و فیلتر شکن ندارید خیلی راحت میتونید از سایت های ایرانی اون رو دانلود کنید فقط کافیه که ومپ سرور بنویسید بعد یه دانلود فارسی و بیایید اینجا و دانلودش کنید من خودم از سایت سافت 98 دانلود کردم و نسخه که دانلود کردم و نصبش کردم نسخه 3.2. هستش بعد از اینکه ومپ سرور رو دانلود کردید اونو آنزیپ و اجراش کنید بعد از اینکه اجرا شد و, و نصب رو روی سیستمتون باید برید و اون رو اجراش کنید هر موقع که سیستمتون رو یعنی شما سیستمتون رو روشن میکنید این ومپ سرور به صورت پیش فرض روشن نیستش و حتما باید برید روی آیکونش کلیک کنید و اجراش کنید پس میام اینجا و می نویسم ومپ همونطور که میبینید یه فایلی هست به اسم وام سرور 64 اگه روش کلیک کنید براتون اجرا میشه که من قبلا اجرا کردم به محض اینکه اون اجرا کردن یه آیکونی اینجا قرار میگیره کنار ساعت یا اینجا کنار فلشتون که رنگش سبز رنگ باید باشه اگه به هر دلیل رنگش زرد یا نارنجی بود یعنی در اجرای وام سرور شما یه مشکلی وجود داره باید روش کلیک کنید و بیایید ریستارت اول سرویس رو بزنید اگر درست شد که عالی اگر درست نشد ممکنه مشکل از این باشه که توی سیستم شما یه چیز دیگه ای داره از پورت تون استفاده میکنه ساده ترین راه برای حل این مشکل این هستش که بیایید اینجا و بنویسید آی آی اس که تا اینکه اینترنت انفورمیشن سرویس منیجر رو بهتون نشون بده روش کلیک کنید و بعد بیایید اینجا و منیج قسمت منیج سرور اونو دگمه استوپ رو بزنید تا اینکه پورت هشتادتون آزاد بشه و اینو ببندید و بیایید دوباره از اول ریستارت اول سرویس رو بزنید که همونطور که میبینید فعلا رنگش نارنجیه و بعد تبدیل میشه به رنگ سب بعد از اینکه ومپ سرور رو اجرا کردید نوبت میرسه با آشنایی با اینکه اصلا چی تو داخل ومپ سرور هستش روش کلیک کنید همونطور که میبینید اینجا نوشته لوکال هاست اگر روش کلیک کنید صفحه پیش فرض وب شما رو باز میکنه که توی سیستمتون قرار داره حالا این اطلاعات کجا قرار داره بعد از اینکه ومپ سرور رو دانلود و نصبش کردید توی سی دو نقطه شما درایو سی شما یه فولدری به اسم ومپ 64 ایجاد میشه که داخل ومپ 64 یه سری فایل و یه فولدر هستش داخل فولدر www فایل های این قرار داره یعنی این چیزی که اینجا سروری که بهتون نشون میده یعنی این سایتی که بهتون نشون میده فایل هاش داخل همین www قرار داره شما میتونید خیلی راحت اینجا کلی فولدر ایجاد کنید و داخل هر فولدر یه سایت وردپرسی ایجاد کنید و تستش کنید و با روش کار کنید و حالا دوباره روی این وام سرورمون کلیک میکنیم آیکونش و همونطور که میبین اینجا یه دونه پی اچ مای ادمین قرار داره این پی اچ مای ادمین جایی هستش که دیتا های سایت شما تو داخلش قرار داره یعنی دیتابیس سایتتون اینجا قرار داره پی اچ مای ادمین در اصل یک کنسول مای اسکیل هستش اگر روش کلیک کنید یه همچین پنجره همچین سایت براتون باز میشه و اینجا ازتون یوزرنیم و پسورد میخواد یوزرنیمتون روت هستش و به این صورت بزرگش میکنم که بهتر ببینید یوزر نیمتون روت هست و پسوردتونم هم هیچی نیست یعنی لازم نیست برای پسوردتون چیزی وارد کنید بعد از این این روی دگمه گو کلیک میکنید و این صفحه براتون باز میشه بعد از اینکه این پی اچ رو باز کردید توی قسمت سمت چپتون دیتابیس های شما قرار داره که من سطح دیتابیس قبلا ایجاد کردم برای درست کردن دیتابیس کافیه که روی دگمه نیو کلیک کنید و اسم دیتابیس رو بزنید و کریت کنید تا اینکه دیتابیس جدید ایجاد بشه این از وام سرور حالا بریم سراغ وردپرس قبل از هر کاری شما باید وردپرس رو دانلود و نصبش کنید برای دانلود وردپرس بهتره که برید توی سایت wordpress.org و اینجا میتونید شما وردپرستون رو دانلودش کنید. اینجا اگر روی گزینه get wordpress کلیک کنید میتونید اینجا و بیایید وردپرس دانلود کنید. اما یه نکته اینجا هست. این وردپرسی که دانلود میشه نسخه انگلیسی اون هستش. اگر بخواهید سایتتون فارسی باشه بهتره که نسخه فارسی اون رو دانلود کنید. برای دانلود وردپرس فارسی باید اینجا بنویسید fa.wordpress.org که این نسخه فارسی وردپرس رو در اختیار شما قرار میده برای دانلودش کافی که بیایید پایینتر و اینجا دریافت وردپرس رو کلیک کنید تا اینکه وردپرس برای شما دانلود بشه بعد از اینکه وردپرس دانلود شد میایم و داخل فولدر www که در درایو C فولدر ومپ 64 قرار داره این دوتا فایل فایل وردپرس رو پیست میکنم من هم وردپرس انگلیسی رو دانلود کردم هم وردپرس فارسی اون فایلی که آخرش فادش آی آر هستش نسخه فارسی وردپرس هستش روش کلیک میکنم رایت right کلیک میکنم و اکسترکت هیر میزنم یه فولدر اکسترکت میشه و داخل فولدر وردپرس قرار میگیره حالا این فولدر فولدر وردپرس رو رینیم کنی به هر اسمی که دوست دارین سایتتون باشه که من اسمشو میذارم سروین استایل و حالا باید چی کار کنیم میریم اینجا و می نویسیم لوکال هاست لوکال هاست یعنی که این به قول معروف سایت من داخل همین سیستم خودم قرار داره بر همین می نویسم لوکال هاست و یه داش یه اسلش و در کنارش اسم فولدری که من فایل های هم و داخلش قرار دادم رو می نویسم که من گذاشتم سروین استایل و روش کلیک می کنم اینجا نوشته که به وردپرس خوش اومدید لازمه که موارد زیر رو بدونید اول باید نام پای، پایگاه داده رو ایجاد کنید پس ما باید چیکار کنیم قبل از هر کاری بریم یه دیتابیس برای این سایتمون ایجاد کنیم دوباره برمیگردم به وام سرور روی آیکونش کلیک میکنم این پنجره باز میشه میرم توی PHP مای ادمین و اینجا اه خب اه من قبلا وارد شده بودم پسورد یوزرنیم رو روت و پسورد رو خالی داده بودم حالا میام اینجا و م... روی قسمت روی م... منوی نیو کلیک میکنم یا اینکه شما میتونید برید و اینجا روی تب دیتابیس کلیک کنید هر دو به یه جا میره و بعد اینجا اسم دیتابیستون رو بنویسید من دوباره اسم دیتابیس هم رو میذارم سروین استایل و کرییت میکنم بهتره که شما اینجا توی موقع کریت کردن دیتابیس هم نوع کالکشن اون رو هم بذارید یونیکود هشت پس میایم اینجا و من نوشتم یونیکود یو 8 یونیکود اندرلان سی این بخاطر اینه که فارسی بدون مشکل نمایش داده بشه و بعد دگمه کریت رو میزنم تا اینکه این دیتابیس اینجا ایجاد بشه خب دیتابیسمون ایجاد شد بریم سراغ نصب وردپرس پس بزن بریم اینجا از ما چی میپرسه اسم پایگاه دادر میپرسه دیتابیس من چی درست کردم توی مای گذاشتم اسمش رو سروین استایل پس اینو میذارم سروین استایل نام کاربری مای چی بود روت بود اون رو می نویسم پسوردش چی بود پسورد نداشت پاکش می کنم پایگاه داده من کجا قرار داره خب توی سیستم خودم قرار داره پس لوکال هاسته و می رسیم به پسفند پیشوند جداول بسید پیشفر برای جداول وردپرس پیشوند WP در نظر گرفته میشه اما بهتره به خاطر امنیتی بیشتر شما این رو تغییر بدید و یه چیز دیگه بذارید که حد زدنش یه مقدار مشکل باشه خب پس من میذارم تی و اینجا فرستادن رو دکمهش رو کلیک میکنم و این میگه که برای تمام کار انجام دادی بریم سراغ راه اندازی و نصبش میام اینجا و اول از همه عنوان سایتم رو مینویسم عنوان سایتم میخوام باشه سروین ستایل و سروین تایل کودینگ و نام کاربری یه نام کاربری برای یه یوزر به اصطلاح ادمین بر خودتون تعریف میکنید میتونید بذارین بذارین اسمشو ادمین باز برای اینکه پیش بینی سخت باشه بهتره که ادمین نباشه یه چیز دیگه باشه من میذارم سروین تبا و رمز عبورتون هر چیزی میتونه باشه بهتره که رمز نیرومندی انتخاب کنید که هم حرف باشه هم توش عدد باشه حرف بزرگ حرف کوچیک نشانه باشه ولی خب حالا من یک دو سه گذاشتم و برای اینکه این رمز سست رو قبول کنه سیستم میام و تایید به کارگیری رمز سست رو هم تیکش رو میزنم لازمه که شما اینجا یه ایمیل بنویسید من ایمیل رو هم یه چیز علکی مینویسم ولی شما ایمیل واقعی بنویسید برای خودتون اینجا و بعد بریم سراغ راه وردپرس اگر همه چی درست باشه رمز عبور دیتابیستون رو ایجاد کرده باشید این سفر رو بهتون نشون میده و میگه که وردپرس فارسی نصب شد با سپاس از شما لذت ببرید و رمز کاربری و نام کاربری و رمز عبور من هم اینجا هستش خب اگه دکمه ورود رو بزنید مستقیما وارد داشبورد میشید که اینجا هستش برای ورود به داشبوردتون لازمه که شما نام کاربری و رمز عبورتون رو بنویسید نام کاربری من سروین تبا بود رمز عبور من هم یک دسته بود و میام اینجا و دکمه ورود رو میزنم وردپرس من نصب شده و این هم داشبوردشه اما حالا ببین ببینیم که توی وردپرس من چیا داره نشون نمایش داده میشه اینجا یه تب تب رو درست میکنم و اینجا دوباره مینویسم لوکال هاست و داش اسم سایتم رو مینویسم که اسم فولدرم رو مینویسم که سروین استال هست این اسمی که اینجا نوشتم سروین استال دقیقاً این فولدری هستش که اینجا قرار داره و همونطور که میبینید سایت من ایجاد شده یه برگه نمونه اینجا هست و یه به قول معرف یه فرمتی داره میبینید یه نوار بالا این نوار مشکی رنگ این بالا هستش این به خاطر اینه که شما وارد به قول ما پیش داشبوردتون شدین که به این پیشخانتون شدین و بر همین تشخیص داده که شما ادمین هستید و آورده اینو این نوار رو اینجا قرار داده این نوار فقط برای شما نمایش داده میشه برای کاربراتون که از بسا... یعنی اه... کاربر ما دیگه این نوار نمایش داده نمیشه بریم سراغ پیشخان و توضیح اینکه اه... چیا داخلش قرار داره اول از سراغ نوشته ها نوشته ها همون پست ها هستن همون اخبار هستن همون مقالاتی هستن که داخل سایت شما نوشته میشن برای درست کردنش کافیه که دگمه افسودن نوشته ها رو روش کلیک کنید برای مشاهدهش کافیه که همه اینجا روی نوشته ها کلیک کنید تا نشون بده که چه به قول من مقالات چه اخباری داخل سایت شما قرار داره به صورت پیشورزی یعنی مقاله خودش بر من درست کرده به اسم سلام دنیا و اینجا هم اون رو بر من نمایش داده شده برای اینکه شما یه نوشته جدید اضافه کنید گفتم که میتونید اینجا بیاید و روی گزینه افزودن نوشته ها کلیک کنید تا نوشته جدید بر شما ایجاد کنه و یا اینکه میتونید اینجا دگمه افزودن نوشته ها رو روش کلیک کنید من روش کلیک میکنم یک صفحه دو باز میکنه برای من که بتونم هر چیزی که دوست دارم اینجا بنویسم اینجا عنوان نوشته من هستش و من مینویسم مقاله مقاله اول و و حالا اینجا شما میتونید متنتون رو بنویسید میتونید به صورت متن بنویسید یعنی به صورت پاراگراف باشه میتونید یه عکس بذارید میتونید یه مقاله دو ستونه بنویسید هر چیزی که بخواید میتونید اینجا انجام بدید روش فقط کافیه که روی این علامت به اضافه کلیک کنید تا اینکه ازتون بهتون بهش بگین که من میخوام چی رو وارد کنم میخوام تصویر وارد کنم میخوام فقط نوشته باشه میخوام ستون باشه یا پوشش باشه یعنی یه قالب باشه که شما یه بکگراندی بهش بدین یه رنگی بدید میخواید تیتر باشه یا یه گروه باشه راجع به اینها بعدا مفصل تر صحبت میکنم فعلا بریم سراغ این که من یه پاراگراف درست کنم البته اینم بگم که اگر این علامت به رو ننویسید و همینطور پاراگراف انتخاب نکنید به صورت پیش خودش یه پاراگراف براتون ایجاد میکنه و اینجا هم می این هم اولین نوشته من و و همونطور که اینجا میبینید شما خیلی راحت میتونید نوشتتون رو بولد کنید میتونید بهش لینک بدید مثلا بگی که این برو به سایت www.servingstyle.ir و این هم از این این شد یه لینک میتونید مثلا بهش بگید که راست چین باشه چینشش وسط باشه چینشش سمت چپ باشه راست باشه همین رو میتونید بهش بگین و کلی چیز دیگه که میتونید مثلا زیرش خط بکشید برجستش کنید و یا اینکه یه ورودی صفحه کلید ازش بخواین که بذاره یا اینکه یه تصویر بهش بدید و یا اینکه حتی میتونید شما نوشته متنتون رو نوشتهش رو تغییر بدید مثلا یه متن رو اینجا انتخاب یه قسمتی یه قسمتی از نوشتهتون رو انتخاب کنید و بگین که این رنگ زرد باشه و البته کلش رو تغییر میده اینو اینا میتونید بهش بگین که رنگ پس من آبی باشه به این صورت تغییر میده میتونید کلی چیز دیگه تغییرات دیگه بهش بدید و همینطور تو. میتونید بهش تصویر شاخص بدید این تصویر شاخص چی هستش توی این تم تصویر شاخص نداریم ولی توی تم های دیگه معمولا وقتی که شما لیست مقالاتتون بهتون نمایش داده میشه در کنارش یه عکسی از اون مقاله نمایش داده میشه که این همون تصویر شاخصتون هستش که شما میتونید با کلیک کردن و انتخاب و بعد گزینش پرونده برید و یه عکسی رو انتخاب کنید بارگذاری بشه و بعد بیایید به عنوان قرار دادن به عنوان تصویر شاخص این بشه تصویر شاخص این مقالتون خب زمنن حالا بریم اینجا توی بلوک اینجا اینجا دو تب وجود داره یه تب نوشته هستش که کلا در مورد این چیزهایی که نوشتین یه سری اطلاعاتی هست میتونین تغییرش بدید میتونین بهش بگین که این نوشته ای که من نوشتم رو اگر دکمه ساب میتشه زدم بلافاصله منتشر کنه و همه کسایی که سایت من بازدید میکنن اینو ببینن یا اینکه نه مشاهده نشه عمومی نباشه فقط کسایی که مدیر سایت هستن یا ویرایشگر هستن اونو ببینن یا اینکه کسایی که به عنوان کاربر سایت من هستن این رو ببینن راجب اینا بعدا صحبت میکنیم خیلی نگرانشون نباشید و بعد حتی میتونید بگین که قالب این سایت من این نوشته من در کدوم به قول معرف قالب نمایش داده بشه بالای صفحه چی باشه رنگاش چی باشه که اینم راجبش بعدا صحبت میکنم بعد از اینکه مقاله رو نوشتید کاری که باید انجام بدید این هستش که یا اون رو به صورت به صورت نویس یعنی به صورت اینکه این مقاله رو من نوشتم ذخیره کن توی سیستم من ولی به هیچ که نمایش نده به اون میشه پیشنویس یا اینکه منتشرش کنید یا اینکه پیش نمایش یعنی بهتون نمایش بده که این چیه که نش. چیه که شما نوشتین یعنی به چه صورت نمایش داده میشه من میذارم روی انتشار تا این رو برای من انتشار کنه و اینجا هم ازم میپرسه که دوست داری عمومی باشه دوست داری مثلا چه اتفاقاتی براش بیفته که من میگم حالا هیچ کاری نکنه فقط اونو منتشرش کن میام اینجا و اگر روی صفحه وبیک ایجاد کردم ریفرش کنم اینجا مقاله اول من نمایش داده میشه تصویر شاخص من اینجاست و اینم از این حالا بریم سراغ قسمت بعدی دوباره میخوام برگردم به صفحه چی میگن به پیشخانم اینجا مقالات من اینجا هستش دو تا مقاله دارم خب این قبلی بود سلام دنیا و این اینجا همونطور که میبینین یه دونه علامت نقل قول اینجا هستش یعنی که قبلا برای این این پست من این نوشته من یه کامنتی نوشته شده که اینجا نوشته یه دونه کامنت هستش برچسبش بشم از که راجع صحبت میکنم تاریخ انتشار و اینکه نوی... ممکنه که شما توی سایتتون چند تا نویسنده داشته باشین چند تا کاربر داشته باشین که میتونن مقاله به سایتتون اضافه کنن اینجا مشخص میکنه که کی نوشته رو نوشته و بریم سراغ دستبندی ممکنه که شما توی سایتتون چند نوع نوشته بخواید منتشر بشه مثلا میخواید یه سری اخبار باشه یه سری مثلا راجع مثلا محصولات جدید باشه یه اطلاعات مثلا راجع به نمیدونم هر چیزی گروه بندی کنید به هر حال نوشته هاتونو اینجا و برای این مشخص کردن گروه ها روی, روی اینجا روی لینک دسته ها کلیک می کنید و یه دسته به صورت وجود داره به اسم دسته بندی نشده یعنی هیچ گروه بندی به این مقاله شما نشده و داخل هیچ گروهی قرار نداده دوست داشتید میتونید چند تا گروه ایجاد کنید مثلا من ایجاد می کنم. مقاله اولم رو اسمش رو میذارم اخبار اخبار و میریم سراغ نامک این نامک خیلی مهمه برای برای سه او یا به اصطلاح برای اینکه موتورهای جستجوگر سایت شما رو خوب بتونن بشناسن ایندکسش کنن راجبه اینم خیلی صحبت نمیکنم به صورت پیش فرض هرچی که شما اینجا بنویسید اگر بینش اسپیس باشه خط تیره میذاره بینشون. مثلا برای این دسته بندی نشده این رو بینشون اسپیس گذاشته و نامکش شده این و ضمن اینکه شما میتونید بگین که این گروهی که من نوشتم زیر گروه کدوم باشه و بعد در این افزودن رسی جدید رو میزنید تا اینکه اضافه بشه این از این بریم سراغ دسته بعدی که میخوام زیر گروه اخبار باشه مثلا من اسمش رو میذارم اخبار مثلا محصولات محصولات بازم بهش نامک نمیدم میتونید نامک بدید مثلا بنویسید محصولات یا اینکه دوباره مثل همین بنویسید اخبار دشت محصولات به این صورت به این صورت و میتونی بهش بگین که این اخبار محصولات زیرگروه اخبار هستش و افزودن دسته تازه که این هم اضافه بشه همینطور شما برچسب دارید برچسب من به خاطر این هستش که یه ویژگی دیگه هستش مثلا زیر سایت می نویسه یه عنوان هایی رو مثلا برای این بیشتر برای موتور جستجوها هستش یا اینکه برای این هستش که کاربر دنبال یه یه چیز به خصوصی میگرده داخل گروه نیست من از این میتونید استفاده کنید من خیلی از برچسب ها استفاده نمیکنم معمولا حوصله استفادهش رو ندارم ولی خب بدونید که یه همچین چیزی هم هست و شما میتونید بهش برچسب بدید مثلا من میگم محصولات محصولات و اضافهش میکنم به قسمت برچسب حالا بریم سراغ همه نوشته ها دوباره اینجا پس روی این نوشته ای که من نوشتم یه ویرایش وجود داره یه ویرایش سری من روی ویرایش سری کلیک میکنم میتونید سری خیلی چیزا رو تغییر بدید مثلا اینجا این مقاله اول من توی گروه دستبندی نشده قرار داره این تیکش رو برمیدارم میگم بذارش توی اخبار محصولات و اسمش هم مثلا عوض کن بذار محصول جدید جدید و بعد میتونم بهش بگم که اینو فقط مثلا کاربرها بتونن ازش استفاده کنن یا اینکه همه کاربر بتونن استفاده کنن یا اینکه نه مثلا رمز داشته باشه افراد خاصی بتونن ازش استفاده کنن آیا برچسب داشته باشه و یا نه و همینطور قالبش رو مشخص کنم که با چه وضعیتی نمایش داده بشه و بعد برزسانیش میکنم از قسمت ویرایه شما میتونید خیلی سریع روش کلیک کنید و برید و محصولتون رو از همین جایی که ایجاد کردیم با همین فرمت که ایجاد کردیم اون رو تغییر بدید هر چیزی که دوست داشتید بهش اضافه کنید تغییرش بدید پاراگراف جدید اضافه کنید یه ستون جدید بهش اضافه کنید مثلا دو ستونه باشه توی هر کدوم یه چیزی بنویسید مثلا یا یه عکسی بهش اضافه کنید همه اینا به راحتی امکان پذیر هست پس من اینا به روز میکنم دوباره برمیگردم اینجا و ریفرش میکنم اینجا و همونطور که میبینید اگر روی این کلیک کنم میاد اینجا و به همون فرمتی که من درست کردم این رو بر من نمایش داده میشه خیلی نگرانی نباشین که اصلا سایتتون خوشگل نیست قرار به زودی رو خوشگلش هم بکنین پس اینو دوباره برمیگردم به صفحه داشت بردم اینجا رسانه نوشته که این همون عکس ها هستش که شما به مثلا توی سایتتون استفاده شده من یه عکس فقط جزگر استفاده کردم که همین عکس که اینجا قرار داره اینجا نظرات هستش که کاربران توی سایتتون نظر میدن اینجا نظرش اینجا هستش که خیلی مهمه که شما به نظرشون جواب بدین به خاطر اینکه خب هم تعامل سایتتون بالا میره به اصطلاح هم کار خوشحالتر میشن که کسی بهشون جواب میده بر همین حتما وقتی سایت دارین سعی کنین که به نظرت کار اهمیت بدین و بهشون جواب بدین و حالا میریم سراغ قسمت بعدی که برگه ها هستش این خیلی مهمه برگه ها ما توی سایتمون علاوه بر اینکه مقالات داریم یه سری صفحات هم داریم که مثلا صفحه درباره ما توی همه سایت ها،, ها هست صفحه هوم توی همه سایت ها هست صفحه مثلا تماس با ما و هزار تا صفحه دیگه که میتونید برای سایتتون ایجاد کنید ایجاد کردن سایت هم خیلی راحته میایید توی افزودن جدید میزنید و یه صفحه جدید اینجا اضافه میکنید من اسمش رو میذارم صفحه اول صفحه جدید و میتونید براش کلی بنویسید متن همه چی دقیقا به همون صورتی که برای برای پستتون یه سری چیز اضافه کردین برای صفحتون هم میتونید به همون صورت خیلی راحت اضافه کنید و چون این سایت روی سیستم شما قرار داره به صورت هیچ هزینه‌ای براتون نداره انقدر روش کار کنید انقدر همه چیزهای مختلفی که اینجا توی برگه و بلوک و نمیدونم تنظیماتش هست همه رو دونه دونه امتحان کنید تا اینکه از همه چیه این وردپرس سر در بیارید و علت که منم ذاتا به جای اینکه مثل بقیه بیام و این وردپرس رو توی هاست براتون درست کردنش رو توضیح بدم اومدم روی سیستمتون توضیح دادم به خاطر اینکه دستتون باز باشه بتونید چند تا سایت درست کنید هی روش کار کنید و کاملا مسلط بشید به وردپرس یه نکته که اینجا توی پست دام رفتو بهتون بگم اینجا اندازه تایپوگرافیتون هم هست که شما میتونید اندازه این نوشته ها رو تغییر بدید به بزرگ کوچیک یا خیلی کوچیک این از این دوره برمیگردیم اینو این منتشرش میکنم که صفحه جدید منتشر بشه اینم که لینکش هستش برمیگردم دوباره به, به پیشخان وردپرس با کلیک کردن روی این دوگمه و اینم از برگه ها بریم سراغ نمایش این جزوی یکی از کاج قسمت های مهم هستش که چی هستش اولا توی قسمت نمایش ما یه پوسته داریم این پوسته چی هستش میگه که ظاهر سایت من چه باشه خودش به صورت پیشور سه تا پوسته یا چهار تا پوسته براتون داره که هیچ کدومش قشنگ نیستن اگه برید توی همین توی و... چس... توی سال یا هر پوشه که درست کردین برای سایتتون توش برین اینجا سه تا فایل وجود داره سه تا فولدر وجود داره که یکی از فولدرهای خیلی مهم اسمش wp کانتنت هستش اگر روش کلیک کنید اینجا باز دوباره چند تا پوشه داریم یکی از این پوشهها اسمش هست تمز روش کلیک میکنیم باز میشه اگر نگاه کنید چهار تا اینجا فولدر قرار داره این فولدرهایی هایی که اینجا قرار داره یعنی شما هر فولدری که هر تمی که با فولدرش اینجا قرار بدید اینجا براتون نمایش داده میشه مثلا من بیام اینجا یک از اینا هست بشم که پس کنم که شما ببینید که چقدر چطوری قضیهش که حالا من اینجا میام و پوسته 20, 20 رو حس میکنم و اگر بیام اینجا و سفر رو ریفرشش کنم همونطور که میبینید یکی از پوسته ها برای من حس شده اینو بزرگش میکنم که بهتر ببینید پس به جای چهار تا پوسته شد سه تا پوسته پس هر چند تا فولدر پوسته که اینجا باشه اینجا همون اونا رو بر من نمایش داده میشه شما میتونید هر کدوم از اینا رو که دلتون خواست به عنوان پوسته پیش انتخاب کنید در حال حاضر اون پوسته ای که نوشته شده سفارشی شده یا اینجا نوشته سفارشی سازی یا اینجا نوشته فعال اون پوست فعال شماست و سایتتون رو بر اساس اون پوسته نمایش داده میشه من میخوام پوسته رو عوض کنم میام اینجا و اینو میکنم که به جای اون پوسته اولی پوسته 2021 رو بر من فعال کن روی دگمه فعال کردنش کلیک میکنم به همین راحتی ظاهر سایت من قراره که عوض بشه روش کلیک میکنم همونطور که میبینید بریم سراغ صفحه اول ریفرشش میکنم همونطور که میبینید رنگ سایت هم ظاهرش فونتش اینو عوض شد پس به همین راحتی پوسته سایت من عوض میشه ولی خب این خیلی پوسته خوشگلی نیست بریم سراغ پیدا کردن یه پوسته خوشگل سال تنگ راهی نستش که روی اینجا روی دگمه افزودنش کلیک کنید کلی پوستی خوشگل یا نسبتا خوشگل براتون نمایش داده میشه اینجا که میتونید هر کدوم که دوست داشتین رو انتخاب کنید نصبش کنید و فعالش کنید شما میتونید بر اساس حالا اگه میخواین یه موضوع خاصی رو انتخاب کنید میتونید بیاید توی صافی خصوصیات و مثلا بگید من فقط پوست آموزشی رو بهم نشون بده پوست های بلاگ رو نشون بده عکاسی رو نشون بده و کلی ویژگی دیگه میتونید بهش بگین که مثلا بر اون پوسته ها رو براتون فیلتر کنه حالا من پوسته که میخوام انتخاب کنم این پوسته نو هستش نف هستش که این پوسته رو میخوام انتخاب کنم و روی سایت هم اجراش کنم قبل از اینکه نصبش کنم بریم سراغ جزئیات نمایش روش کلیک میکنم پوسته من رو به طور کامل نمایش میده قراره که اگه این پوسته رو انتخاب کنم سایت به این شکلی داده بشه قراره که صفحه و کوچیکش کنم که اینا ببندم آها چی شد ها جزئیات پیش نمایش رو بزنم یه ذره سفر کوچیک کنم که در حالت دسکتاپ نمایش بده خب مثلا صفحه هم من قرار این شکلی بشه صفحه ابات من هم قراره که این شکلی بشه همه چی خوبه من همین انتخاب میکنم برمیگردم اینجا اینو میبندم و این پوستر رو که دوست داشتم رو نصبش رو میزنم اینجا نوشت در حال نصب منتظر میمونم تا نصب بشه خب نصب شد حالا اگه دوی دکمه فعال, نما، فعال, نمایید کلیک کنید این میشه تم فعال شما اما قبل از اون بریم توی همون فولدر تمی که یه کمی پیش باز کرده بودم اگه نگاه کنید میبینید یه فولدر جدید درست کرده به اسم نف شما میتونید همه این فولدر های تم هایی که دیگه استفاده نمی کنید رو پاک کنید پس من اول میام این پوستر رو پوستی فعالش میکنم نوشته فعال نمایید فعالش میکنم و بعد از اینکه این پوست فعال شد میام اون تم زشت قبلی رو همه رو با هم حذفش میکنم که دیگه از فضای اضافی سایت هم رو هم اشغال نکنه میام اینجا خب اگر ریفرش کنم سایت عوض شده ولی هنوز اون چیزی نیستش که توی پریویو نمایش داده میشد یه روش خیلی خوب و راحت برای تمام کسایی که با وردپرس کار میکنن این هستش که وقتی شما یه تمی رو استفاده میکنین بهتره که بهش بگین که تمام اون دیتا های حالا چی میگن سایت دمو رو براتون بریزه توی وردپرس شما یعنی همه اون پستا همه اون عکس همه اون صفحاتی که توی حالت پیشنمای توی حالت دموی خود اون سایت بوده رو براتون بریزه برای این کار من میرم اینجا و نوشته یک سایت راه آماده به کار ما رو امتحان کنم روش کلیک میکنم روش کلیک میکنم تا تمام اون به معروف تمام اون صفحه ها تمام منو ها همه چی رو بر من درست کنه میام اینجا و اینستال استالن اکتیویت رو میزنم تا اینکه همه چی به دیتابیس من یعنی به دیتا های سایت من اضافه بشه منتظر میمونم تا اینستالیشنش تمام بشه حالا میپرسه که دوست دارید با کدوم ظاهر این سایت رو برات مطالب یا محتوای این سایت رو برات بریزم که همونطور که میبینید این بیشتر سایت هایی که بیشتر تم ها چند تا قالب مخت... یه قالب دارن ولی چند نوع مختلف میتونید اون قالب رو درست کنید نه فهم از جزو اون تمپلیت ها هستش که شما میتونید هر کدوم از اینایی که خواستین دیتاش رو قالبش رو یعنی فرمت فرمتش رو به سایتتون وارد کنید بعضی از اینها اینجا نوشته پریمیوم یعنی که این پولی هستش پس شما بهتره که از اونجایی که نمیخوایم ما پول خرج کنیم پریمیوم رو انتخاب نکنید فقط اونایی که مجانی رو انتخاب کنید هر کدوم رو که دوست داشتید و پریمیوم نیست رو قالبش رو میتونید انتخاب و به سایتتون اضافه کنید من همین رو ترجیح میدم البته میتونید قبل از انتخابم روی دکمه پریویو کلیک کنید تا اینکه ببینید که چی به چیه چه جوریه اگه مطمئن هستید از انتخابتون توی دکمه ایمپورت کلیک کنید این ایمپورت باعث میشه که کانتنت کاستماایزرش ویجت همه چیتون وارد دیتا هاش چیز بشه اضافه بشه به سایتتون یعنی وقتی روی سایتتون کلیک میکنید این سایت با همین نوشته ها با همین منوها با همین مقاله ها رو بهتون نمایش داده بشه پس من منتظر میمونم که همه این محتوا ایمپورت بشه به سایتم همه چی ایمپورت شد حالا بریم سراغ ویو وبسایت اند سابسکرایب خب حالا سایت درست شد همونطور که میبینید سایت من با همین ظاهر خوشگل پیشفرز این تم نو درست شد حالا باید برگردم به داشبوردم چجوری باید برگردم یادم افتاد بود بهتون بگم برای اینکه به, این به داشبوردتون دسترسی داشته باشید کافیه که بنویسید آدرس لوکال هاست رو که مینویسیم اونو که هیچی لوکال هاست و بعد, و بعد یه سلش میذاریم اسم فولدر رو مینویسیم که فولدر اسمی سرونی ستایل هستش و بعد یه سلاش دیگه wp-admin اینو که بنویسید و روش کلیک کنید داشبورد شما نمایش داده میشه که من چون وارد داشبوردم شده بودم از من یوزر این پسورد رو نخواست این از این حالا بریم سراغ این که این بعد از اینکه این, دیتا دیتاها این پرشه چه دیتاهایی برای من اضافه شده اولا بریم سراغ سراغ نوشته ها بریم همه این نوشته ها رو ببینیم بله کلی نوشته جدید ایجاد شده من میخوام نوشته های قبلی رو که خودم نوشته بودم اینا رو پاک کنم کافیه که دوتاش رو انتخاب کنم یکی دوتا و بیام اینجا یا میتونم ریدوگمی زبالدان کلیک کنم تا اینا رو کنه دونه بدونه یا اینکه میتونم اگه بخوام دوتاش رو با هم حذف کنه میام توی کارهای دست جمعی میگم انتقال به زبالدان و اجرا این دوتا میره به زبالدان و به همین راحتی بعد دو تا نوشته به زبالدان منتقل شد خب حالا اگه اینجا روی زبالدان کلیک کنید میبینید که این نهاد توی سطل اشغال شما قرار داره بهتره که از اینجا هم اونا رو هست برای همیشه بکنید که دیگه بی خودی فضای دیتابیستون اشغال نکنه این هم از این برمیگردیم دوباره به همه نوشته ها اینا نوشته هایی که این ایجاد کرده اگر بریم سراغ به قول معرفتی سراغ نیوز اینجا میبینید که بله نوشته های شما اینجا قرار داره این همون تصویر شاخصی که بهتون میگم که توی بعضی از تم ها توی لیست مقالات این تصویر شاخص رو هم بهتون نمایش داده میشه یه نکته که یادم رفته بهتون بگم توی انتخاب تم این هستش که همه تم ها برای فارسی مناسب نیستن چرا چون نوشته های فارسی راست به چپ هستن و نوشته های انگلیسی چپ به راست هستن توی بیشتر تم راست به چپ ساپورت نمی میشه و شما وقتی فارسی می نویسید هم به سایت باز دوباره از چپ به راست نوشته میشه و سایتتون ایراد پیدا میکنه یعنی درست نمایش داده نمیشه پس موقع انتخاب تم حتما به این نکته دقت داشته باشین که باید نوشته باشه توی پشتیبانیش که RTL support یعنی این از چیزه نص... چیز RTL زبان های RTL right to left پشتیبانی میکنه حالا روی یکی از این نوشته کلیک میکنم این هم این نوشته ای من به این صورت هستش اگه دوست داشتید میتونید اون رو برید اینجا واتر وب اپ هستش روی ویرایشش کلیک کنید و هر تغییری که دوست داشتید بهش بدید یا اینکه نوشته اینو حذفش کنید و نوشته های جدید خودتون رو بهش اضافه کنید برمیگردم به صفحه داشبوردم و برمیگردم به برگه ها چون که برگه ها خیلی مهم هستن اینجا قبل از اینکه برم به برگه ها بیاین افسونه ها رو هم بهتون توضیح بدم به توی افسونه ها کلیک کنید اینجا افسونه ها یعنی یعنی اینا به قول معرف یه سری ابزارها اضافه هستن توی وردپرستون که یه سری ویژگی هایی رو به سایتتون میتونید باش اضافه کنید مثلا شما میتونید ابزار فرم ساز رو به سایتتون اضافه کنید این ابزار بهش میگن فرم بیلدر که یکیش فرم بیلدر هست میلیون ها تا ابزار دیگه قرار وجود داره که مثلا به کمک اون شما میتونید فرم ثبت نام درست کنید به سایتتون اضافه کنید ممکنه مثلا یه ابزار یه افسونه به اسم مثلا ایمیج اسلایدر اضافه کنید که مثلا یه اسلایدر ایمیج باشه عکس خیلی قشنگ نمایش داده بشه خلاصه کلی ابزار هستش که و ویژگی وردپرس هم این هستش که شما میتونید افسونه های زیادی رو بر حسب نیازتون به سایتتون اضافه کنید افزونه هایی که این تمپلیت نو ایجاد کرده یکیش ایمیج اپتیمایزیشن سرویس هستش یه دونه پیج بیلدر گوتنبرگ هستش که شما دیدین موقع درست کردن یه پیج یا یه پست یه, یه سری ابزاری مثلا من گفته بود که پاراگراف باشه این،, این ستون باشه این چی باشه عکس باشه بهتون در قرار داده پیج بیلدرهای مختلفی وجود داره که یکی از اونها گوتنبرگ هستش که این تمپلیت نه ازش استفاده کرده و اینو براتون این افسونه رو براتون اضافه کرده همینطور تمپلیت پتن کالکشن هستش دو تا تمپلیت دیگه هم هستش که این تمپلیت چیز بود پیش فرض خود وردپرس بوده خیلی مهم نیست میتونید حذفش کنید من حذفش میکنم اینجا نوشته های مطمئن هستی میخوام حذفش کنم بعد حذف شد و همینطور یه تمپلیت ضد هرزنامه هستش که این واقعا خیلی لازمه که باشه به خاطر اینکه وقتی که شما سایتتون توی اینترنت باشه و میبینید که میلیون چند صد تا کامنت به قول معروف هرز چی میگن ربات ها براتون کامنت نوشتن یعنی کامنت های اضافی هستن که نباید نوشته بشه این ضد هرزنامه باعث میشه که اون کامنت ها جلوش میگیره و حالا بریم سراغ اضافه کردن امکان های دیگه چه افسونه های دیگه برای اضافه کردنش اینجا افسودن رو روش کلیک میکنم اینجا نوشته افسودن روش کلیک میکنم و اولا شما میتونید از سایت از هر سایتی افسونه رو دانلود کنید و اینجا با بارگذاری افسونه بیایید و اون رو به قول معروف به صورت فایل زیپ شدهش رو وارد سیستمتون بکنید میتونید یک راه دیگه داره میتونید بیای اینجا و توی پوشه W کانتنتتون یه پوشه هست به اسم فولدری هست به اسم پلاگینز میتونید پلاگینتون رو اینجا فولدرش رو اینجا پیست کنید این رو دوباره افسونه رو بهتون اینجا نمایش داده میشه و بتونید فعالش کنید یا اینکه بیایید از اینجا و افسونتون رو به قول معروف پیدا کنید و نصبش کنید خیلی راحت من اینجا دنبالش میگردم افسونه وو کامرس اشتباه ننوشته باشم آها وو کامرس اشتباه میکنم نوشتم وو کامرس کلم بریم سراغ آها ووکامرس بر من آورده ووکامرس پولی هستش اما نسخه رایگانش هم وجود داره بر همین ووکامرس اسی رو اینجا نیاورده چون باید با بعدش پول پرداخت کنید اینجا معمولا نسخه های مجانی رو میاره بعد یکی دیگه هستش مثلا بریم سراغ افسونه های محبوب مثلا یکی هستش یو این خیلی لازمه که به سایتتون از به وردپرس اضافه کنید این باعث میشه که یه سری ابزار در اختیار شما قرار میده شما میتونید با نوشتن اونها پر کردن اطلاعات باعث بشه که سایتتون توی موتورهای جستجوگر توی صفحات اول رنگ بشه و هر کسی که یه چیز به خصوصی داره یعنی یه چیزی سایت شما جستجو میکنه یا یه محتوای از سایت شما جستجو میکنه توی گوگل جزو ردیف های اول یا به بالاتر نمایش داده بشه این هم که ووکامرس هستش میتونید همون وو کامرس همون فروشگاه ساز هستش که فروشگاه آنلاین هستش که میتونید از همینجا اونا دانلودش کنید که همونطور که میبینید اینجا نوشته که بیشتر از 5 میلیون بار این ووکامرس نصب شده یو آسه بیشتر از 5 میلیون بار نصب شده دیگه چیا داریم کش لایت باکس داریم دیگه چی کلی افسونه دیگه هستش که شما میتونید بر اساس اینکه چقدر این ستاره گرفته چند میلیون بار نصب شده تشخیص بدید که این افسونه ها به قول معروف ارزش نصب کردن داره یا نداره و به هم این صورت برید حتما اینا رو همه رو نصب کنید اجر... امتحان کنید و اجراش کنید این از بریم سراغ حالا بریم سراغ الان برگه هامون که گفتم برگه هایی که این تم نو درست کرده به چه صورت هستش قبل از اون ما همونطور که میبینید اینجا چندتا پیج درست کرده پیج هوم درست کرده پیج نیوز درست کرده اینجا میبینید نوشته برگه نخست یعنی چی؟ یعنی وقتی من میام اینجا و لوکال هاست و اینجا می نویسم اسم فولدر رو می نویسم یه صفحه رو بر من نمایش داده میشه این کدوم صفحه هستش این دقیقا صفحه هستش که کنارش نوشته شده برگه نخست کدوم صفحه هستش بیاین توی بریم توی تنظیماتش توی تنظیمات قسمت ما یه دونه قسمت عمومی داریم توی قسمت عمومی عنوان سایتتون هست و یه معرفی کوتاه راجع به سایتتون هست نشانی یورل سایتتون هست و کلی زبان سایتتون زبان محلی سایتتون و کلی دیگه اینجا هستش بعد قسمت نوشتن هست توی این قسمت نوشتن هم شما یه سری اطلاعات در مورد پاپتری هاستتون به اینجا میدین تا اگر کسی توی سایتتون یه نظری دیدگاهی نوشت علاوه بر اینکه این نظرش توی قسمت دیدگاه ها ذخیره بشه برای شما هم ایمیل بشه بعد دیگه توی قسمت خواندن آها اینجا نوشته که صفحه اصلی شما چی باشه شما میتونید بگین که صفحه اصلی من یه صفحه به خصوصی باشه کدوم صفحه باشه صفحه هوم باشه نیوز باشه کدوم باشه که صفحه هوم رو انتخاب کردیم که همین صفحه هستش که اینجا در نمایش داده میشه همینطور بهش میگین میتونی بگین که صفحه برگه های من صفحه نوشته های من مقالات من چی باشه که اینجا میگین صفحه, نو... صفحه مقالات من در قالب این صفحه نیوز باشه که من اینجا نوشتم و کلی تنظیمات دیگه اینجا هست که همه را میتونید شما اگر خواستی تغییر بدید میرسیم به گفتگو که توی گفتگو هم یه سری اطلاعات دیگه قرار داره که اینا رو شما میتونین بخونید و ازش اطلاع بشین چیز خاصی نیست با خوندن میتونین متوجه بشین که هر کدوم برای چی هستش دیگه بیشتر از این اینجا رو توضیح نمیدم فقط تنها جایی که خیلی 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 مهمه پیوندهای یکتا هستش توی پیوندهای یکتا این هستش که سایت شما چه نمایش داده بشه پستاش این هستش که مثلا به این فرمت نمایش داده بشه لینک سایتتون خب مثلا من میام اینجا و به فرض مثال روی یکی از این منوها نیوز کلیک میکنم و بعد روی یکی از اینا کلیک میکنم اگر این لینک بالا رو نگاه کنید به این صورت نمایش داده شده که اول نوشته تاریخ سال ماه روز و بعد این رو نوشته که عنوان مقاله یا نوشته من هسته شما می اینو تغییر بدید. از همین جا که توی قسمت تنظیمات و از پیونت یک یکتا هستش چرا باید تغییرش بدید؟ خب این به قول معروف این, این, چیزی که اینجا هست این یو آرلی که اینجا هست خیلی برای گوگل موتورهای جستجوگر مهم هستش و شما باید یه حالتی باشه که گوگل فرندلی باشه به اصطلاح این نسخ قسمت آخرش که نوشتن فقط نام نوشته رو بنویس این از همه یوزر فرندلی تر هستش و بهتره که شما به این صورت این رو تغییر بدید و میام اینم تغییرش میدم حالا اگر بیام اینجا و دوباره برگردم و اینو ریفرشش کنم و دوباره روش کلیک کنم همونطور که میبینید یو این صفحه کاملا تغییر پیدا کرده و یه چیز قابل یوزر فرندلی تری شده حالا بریم سراغ اینکه برگه ها به چه صورت هستش و میریم سراغ برگه ها دوباره برگه ای که کنارش نوشته برگه نخوز برگه هوم من هستش روش کلیک میکنم تا اینکه ویرایش بشه این صفحه رو بر من باز میکنه و شما خیلی راحت میتونید به سادگی تمام نوشته های این رو عوض کنید و نوشته های سایت خودتون رو اینجا قرار بدید مثلا من این رو اضافه میکنم میگم آموزش سریع فارسیش میکنم آموزش سریع برنامه نویسی و این پایین هم دوباره عوض میکنم میگم بهترین مرجع برنامه نویسی میتونید این قسمت رو هم روش کلیک کنید و یه سری توضیحات دیگه اینجا بنویسید میتونید دگمه ها رو تغییر بدید روی دگمه ها کلیک کنید لینکش رو عوض کنید نوشتهش رو عوض کنید خلاصه کلی روی اینجا کار کنید روی تک تک این گزینهها ها و چون که با تمرین کردن هستش که شما متوجه میشین که چی رو باید چجوری تغییر بدید یه نکته دیگه که بخوام بهتون بگم این هستش که خیلی نگران نباشید که ایوای سایت من داره خراب میشه چیکار کنم دوباره خیلی راحت شما میتونید برگردید برید به همین پوشه www دوباره بیایید اینجا و وردپرس رو اکسترکتش کنید خیلی راحت Extract هیر بزنید یه پوشه جدید وردپرس برشون ایجاد میکنه میتونید خیلی راحت این رو هم اسمش رو تغییر بدید دوباره بیایید اینجا توی پی ایش بی یه دیتابیس جدید براش درست کنید و به هر تعدادی که لازمتون وبسایت وردپرسی درست کنید روش کار کنید و تمرین کنید تا اینکه یاد بگیرید بریم سراغ آخرین نکته که میخوام توی این درس بهتون بگم و اون این هستش که شما چطور میتونید کاربر به سایتتون اضافه کنید کافیه که اینجا به روی دگمه کاربران کلیک کنید تا همه کاربرهای سایتتون رو براتون نمایش داده بشه من برای فعلا فقط یه دونه کاربر دارم مدیر کل سایت هستش که همون یوزر ستایل هستش خیلی راحت میتونید برید و با زدن دگمه افزودن یک کاربر جدید رو ایجاد کنید بهش نقش بدید بگین که این کاربر من نقشش چی هستش نقشش مشارکت کننده است نویسنده است ویرایشگر یا مدیر کله و به این ترتیب سایت شما میتونید چند تا کاربر داشته باشید برای سایتتون که مثلا برای سایتتون مقاله بنویسه این از این دیگه نمیخوام بیشتر از این در مورد وردپرس توی این جلسه بهتون توضیح بدم ازتون میخوام که حسابی تمرین کنید تمام این ابزارها رو دونه دونه تست کنید امتحان کنید ببینید که چجوری میتونید ازش استفاده کنید خب این هم از درس امروزمون امیدوارم که ازش لذت برده باشید لطفا حسابی تمرین کنید اصلا نگران نباشید که ممکنه سایتتون خراب بشه چون یاد گرفتی که چطور میتونید این یه سایت جدید خیلی سریع و آسون با وردپرس درست کنید پس تا درس بعدی حسابی تمرین کنید توی درس بعدی قراره که سایت من رو از صرف سایت سرمین رو از صرف با هم تراحی کنیم و تمام اون پلاگین هایی که لازمه به سایتتون اضافه کنید تا اینکه هم سوای سایتتون بالا بره هم اینکه امنیتش بالا باشه هم چیزای لازمی که برای سایت لازم هستش رو بهتون یاد میدم پس درس بعدی رو حتما از دست ندید تا درس بعدی خدا نگهدار